شما دارید سوالی رو مطرح میکنید که دارید در واقع نفت میریزید رو همون آتیش. مردم خودمونم دارید دوچار ابهام میکنید. مردم ما ببخشید به نظر شما تحریم برداشته میشه یا نه؟ دارید امید زدایی میکنید، سیاه نمایی میکنید. برنامه شما هم تهش ترسه. وقتی میگه همش میگید گرگ، آمریکا آخه گرگ یه زیرکی داره، یه هوشی داره، یه عقلی داره، حسابگرانه کار میکنه، دندون تیزم داره. این که حالا عبارت حضرت امام و رهبر انقلاب دیگه رابطه گرگ و میش، رابطه گرگ و میشی که الان دیگه ما در 35 سال این گرگ رو بی دندون کردیم، شده میش. سال قبل حضرت آقا اشاره کردم دوباره. فرض کنیم الان بهمن ماه 3-4 ماه ما تعهداتمون رو انجام دادیم، قلب راکتور رو در آوردیم، بتون کردیم که انشالله اونا برامون تو 5 سال آینده یک راکتور دیگه بسازن. خب سانتریفوژمون رو جمع کردیم، ساختش رو جمع کردیم، رقیق سازی کردیم، 20%مون رو که تحویل دادیم، اونایی هم که داریم رقیق سازی می‌کنیم، اینا رو انجام دادن. خب حالا اونا اومدن رو انجام ندادن. ببینید این تعهداتشون، من می‌خوام بگم ما آیا این چیزی که شما میگید ما یک طرفه میایم تعهدات اینجوری، خب می‌خوام ببینم آیا میشه این من خودم هم اعتقادم این بود که اینا رو بیایم مثل تار و پود به هم ببافیم خورد خورد. اما طبیعت تحریم طوری است که یا همشه یا اگه خورد خورد باشه آثارش دست ما میذاره. مثلا شما این چند میلیارد دلار پولی که ما اونجا بلوکه داریم، کل اینو میگفتیم برگرده، بعدن ما مثلا سانتریفوژمون رو جمع میکنیم، کار بعدی رو انجام بده، مثلا تحریم نفتی ما برداشته بشه، پولای نفتمون برگرده، ما مثلا بیایم راکتور اونم بعد یک سوال اینه، چرا راکتور عراق رو ناصری آیا نمیشد ما نگه داریم یه راکتور دیگه جایی بسازیم که این راکتور ما تضمینی باشه برای انجام تعهداتمون؟ نه این که موضوع مذاکره بوده. شما میخواید من میخوام بگم مثلا حالا بگم دیگه... برنامه شما اگه بخواید این کارا رو بکنید مثل اون چیزی که دیشب تو برنامه نشون دادید، خدا شاهد اسمش از ثریا بردارید بذارید مریخ، اقلا سنگلاخ سیاه یه پر چالچوله. وقتی شما هستم، شما مهمترین در حسنی که برجام داره رو اگر بفرمایید ممنون میشم. این بند این توافق استکبار طرف مقابل رو نشون میده. دقیقاً اون چیزی که به خاطرش 8 سال جنگیدیم اینجا منعکس میشه. دقیقاً اون چیزی که به خاطرش مردم میگن مرگ بر آمریکا اینجا مشخص میشه. ببینیم نکته مثبت این توافق این هست که دانشجوهای ما میتونن ازش درس بگیرن. تو داوری ها مستکبره. فرض کنید که 3 ماه گذشت از این چیز. بله. خب. 1 سال گذشت یا 9 سال گذشت. بله. تو سال نهم اونا میتونن چیکار کنن؟ بیان رینیگوشییت کنن. اگه دلشون خواست تعهداتشون رو اجرا نکنن. تو سال تو ماه سوم هم میتونن. روشن پاسخ در مجلس اتفاقا این رو به عنوان یکی از ایرادهای اساسی مطرح کردن. گفتن یکی از نقاط بعد از 40 روز که 40 روز هزینه بری ها، 40 روز هزینه بری، روز 100 150 میلیون دلار از وقتی که میتونستیم تصویب کنیم خرج داریم. تا الان این گزارش 3 میلیارد دلار فعلا کنتور انداخته. 3 میلیارد دلار میشه آبادان رو دوباره آباد کرد. چه آبادان رو دوباره آباد کرد.